سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. When states disagree on where their border is. When states contest islands or a maritime zone. When one state considers that another has violated a treaty or other rule of international law. And when the UN or one of its agencies needs an opinion on a legal issue, they can turn to the International Court of Justice. هفته گذشته همونطور که حتما مطلع شدید، دادگاه بین‌المللی لاهه بار دیگه نقش عمده‌ای رو در روابط بین‌الملل ایفا کرد. این بار اما آنچه که برای من و شما حائز اهمیت بیشتری بود این بود که طرفین دعوا ایران و آمریکا بودند. در همین رابطه در هفته‌های گذشته ما چندین برنامه داشتیم که به جزئیات شکایت ایران از آمریکا به خاطر نقض قرارداد مودتی که در سال 1955 میان دو کشور منعقد شده بود به این دادگاه ارجاع کرده بود و ما در مورد اون به تفصیل صحبت کردیم. همینطور در این رابطه هفته گذشته من چندین پیام کتبی از شما دوستان عزیز و بینندگان وفادار این برنامه داشتم که خواسته بودید اطلاعات بیشتری در زمینه چگونگی کار دادگاه لاهه و ترکیب اون به شما ارائه بدم. به همین جهت در برنامه امروز به این امر می‌پردازیم و به طور اجمالی از کارکرد دادگاه لاهه صحبت خواهیم کرد و بعد از اون گفتگویی خواهیم داشت با یکی از حقوقدانان پرتجربه در این زمینه که در جریان چندین پرونده حقوقی مطرح شده در دادگاه لاهه بوده، حضور داشته و فعالیت کرده. توجه کنید. هنگامی که کشورها بر سر مرزهای خود با یکدیگر اختلاف دارند یا آنکه در مورد مالکیت جزایر یا مرزهای آبی خود در جدالند و یا زمانی که کشوری ادعا دارد که کشوری دیگر قراردادی بین‌المللی را زیر پا گذاشته و بالاخره هرگاه که سازمان ملل یا یکی از آژانس‌های آن با مسئله یا پرسشی حقوقی مواجه می‌شوند، همه و همه می‌توانند به ICJ یا دادگاه بین‌المللی لاهه مراجعه کنند. مقر دادگاه بین‌المللی لاهه ICJ در کاخ صلح هگ واقع در هلند قرار دارد و برخلاف ارگان‌های دیگر سازمان ملل مانند مجمع عمومی و شورای امنیت، مقر این دادگاه در نیویورک قرار ندارد. ICJ دادگاه بین‌المللی لاهه ارگان اصلی حقوقی سازمان ملل متحد می باشد که عالی ترین مرجع دادگاهی و جهانی محسوب می شود. این دادگاه در سال 1946 میلادی کار خود را آغاز کرد و دو زبان رسمی آن انگلیسی و فرانسه می باشند. اساسنامه و اسناد تأسیس دادگاه لاهه جزء لاینفک منشور جهانی سازمان ملل متحد به شمار می آید و بنابراین کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز به طور اتوماتیک
این دادگاه را به رسمیت می شناسند و برای حل مشکلات حقوقی خود یا گرفتن نظر مشورتی از خدمات این دادگاه بهره می جویند. Successor of another court, created in 1922 by the League of Nations, the Permanent Court of International Justice. ICJ دادگاه بین المللی لاهه جانشین دادگاه دیگری است که در سال 1922 توسط لیگ آف نیشن یا جامعه ملل به وجود آمد که دادگاه دائمی عدالت جهانی یا The Permanent Court of International Justice می باشد. این دادگاه از سال 1922 تا 1940 حدود بیش از 60 پرونده را مورد بررسی و قضاوت و حکمیت خود قرار داد و پس از جنگ جهانی دوم بود که منحل شد. در سال 1946 دادگاه بین‌المللی لاهه جانشین این دادگاه گردید. دادگاه بین‌المللی لاهه نه تنها قوانین و مقررات و حوزه صلاحیت دادگاه قبلی را به ارث برد، بلکه دو نقش مهم آن را نیز به عهده گرفت. نقش نخست قضاوت پیرامون اختلاف میان کشورها بود و نقش دوم که آی سی جی برای خود قائل گردید پاسخگویی به سوالات حقوقی بود که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا شورای امنیت و دیگر ارگانها و آژانس‌های سازمان ملل مطرح بشوند. این دادگاه از زمان تأسیس خود تا کنون به بررسی پرونده‌های حقوقی مختلفی پرداخته است. ICJ دادگاهی جنایی نیست و به همین جهت افراد و اشخاص شخصی را مورد محاکمه قرار نمی‌دهد. دادگاه لاهه دارای 15 قاضی است که برای مدت 9 سال توسط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند و بر اساس قوانین می‌توانند مجدداً نیز به قضاوت برسند. اعضای این دادگاه می‌باید از کشورهای مختلف دنیا انتخاب شوند که این قضات قضاتی کاملاً مستقل بوده و به هیچ وجه نمایندگی کشورهای تابع خود را ندارند. I solemnly declare that I will من سوگند به جای می آورم که کلیه وظایف خود را به عنوان قاضی در نهایت عدالت و بی‌طرفی به انجام برسانم. ترکیب قضات این دادگاه بر اساس تعادل ژئوپلیتیک تعیین می شود. بدین ترتیب که تعداد 3 کرسی به قضاتی از آفریقا تعلق می گیرد. 2 کرسی به قضاتی از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، 3 کرسی به قضاتی از منطقه آسیا و 5 کرسی به قضاتی از کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورهای اروپایی و بالاخره 2 کرسی به قضاتی از اروپای شرقی تعلق می‌گیرد. علی‌رغم آنکه همه کشورها دارای حق داشتن قاضی در این دادگاه را ندارند، اما در عمل این دادگاه همواره یک قاضی از کشورهایی که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند در این دادگاه شرکت می کنند. همچنین در صورتی که دادگاه دارای قاضی از هر یک از کشورهای طرف دعوا نداشته باشد، هر کدام می توانند یک قاضی به طور موقت یا ادهاک انتخاب کرده و به دادگاه معرفی کنند. این قضات موقت می توانند دارای تابعیت هر کشوری باشند و دارای کلیه حقوق و وظایف اصلی قضات دادگاه هستند. رئیس و معاون این دادگاه هر 3 سال یک بار توسط قضات دادگاه انتخاب می شود و ریاست و مدیریت کلیه جلسات دادگاه را چه در امور حقوقی و چه در امور اداری به عهده خواهند داشت. دادگاه لاهه از نظر اداری کاملا مستقل می باشد و تنها ارگان سازمان ملل متحد است که از مسئولان و کارمندان رسمی سازمان ملل متحد استفاده نمی کند، بلکه از سکرتریت و افرادی که توسط خود دادگاه برای مدت 7 سال انتخاب می شوند یاری می گیرد. سکرتریت و کلیه کارکنان این نهاد از نقاط مختلف دنیا انتخاب می شوند. The registrar is the head of the court secretariat, its registry, whose staff members are recruited from all over the world. The registrar performs judicial, diplomatic,
and administrative functions. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در برنامه امروز گفتگویی خواهیم داشت با یکی از وکلای پرتجربه در زمینه پرونده‌های حقوقی که به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع می‌شود. مهمان امروز برنامه این هفته من آقای دکتر سیروس مشکی، ادیب، نویسنده و وکیل دادگاه‌های آمریکا می‌باشند. توجه کنید. بسیار خوش آمدید آقای دکتر سیروس مشکی. البته شما اینجا صاحبخانه هستید، از ابتدای کار آیار تی وی با این تلویزیون بودید، از حدوداً 38 سال پیش و همینطور با ایران فردا که چندین سال آغاز به کار کرده، بنابراین شما خودتون صاحبخانه هستید. خواهش میکنم، خیلی ممنونم، متشکرم که از من خواستید یک بار دیگه در برنامه خوب شما با بینندگان گرامی صحبت بکنیم. و بله، از تلویزیون آیار تی وی که یادم سال 1981 بود اگه اشتباه نکنم، که بله که 79 استبلیش کرده بودن، منتها به خاطر گروگانگیری اولین برنامه 81 مارچ 81 با بله. نوروز شروع شده، با سرود ایران آغاز شد و یک دفعه اصلا شور و هیجانی در تمام ایرانی هایی که اون موقع آمده بودن مستقر شده بودن و برای اولین بار داشتن صدای فارسی و سرود ایران از یک برنامه تلویزیونی می دیدند. خوب یادمه. تلویزیون ایرانیان، The first Iranian television program. بله، خب در غربت شما وقتی که تلویزیون رو باز میکنید میبینید همه چی یه زبون غریبه هست، به خصوص ایرانیایی که اون موقع بیشتر نسل اول بودن و خانوادهایی بودن که همگی زبان انگلیسی رو نمیدونستن. بله. اینی که بهشون یک احساس امنیت بیشتری داده. خیلی هم میگفتن که چه برای مسائل خوب و چه برای پیامدهای بعدش شما cause of the causes هستی، هر اتفاقی افتاده این همه ایرانی اینجا بودن، یکی از جذابیت این بوده که اینجا یه تلویزیون فارسی زبان بوده. جالبه. نه، کاملا همینطوره، برای اینکه اون مسئله زبان و مسئله سرود و بعد در اون دوره که هنوز زخم‌های بسیار عمیقی در سایکیک و روحیه همه ایرانی‌های مهاجر بود و یک نوع بلا تکلیفی و سردرگمی در واقع، و بعد شما ممکن بود که همسایتون مثلا ایرانی باشه یا پزشکی باشه که مورد نیاز شماست یا در هر رشته دیگه، ولی هیچ کس از هیچ کس خبر نداشت و این تلویزیون تونست یک حد با آگهی های به اصطلاح خیلی مختصری که همون اوائل داشت، خیلی ها، من خودم یکی از قدیمی ترین و صمیمی ترین دوستام رو در اثر تلویزیون شما پیدا کردم و یک خط عطف و خط ربط خیلی اساسی و تاثیرگذاری بود در جامعه ایرانی ها. بله، و خب دیدیم که خوشبختانه تعداد تلویزیون ها زیادتر شدن و بلافاصله بعد از حدود یکی دو سال بعد، چون ساعت 11 پخش میشد یک روزا یک شنبه، 11 تا 12 در واقع ساعتی بود که برای زندگی همه ایرانی ها متفاوت بود از تمام روزها و ساعات دیگر هفته، برای اینکه همه به امید این بودن که ساعت 11 بشینن و یه مقدار برگردن به اون فضای فارسی و ایرانی. بله، البته اون ساعت 11 هم با دقت انتخاب شده بود. حالا نمیخوام کردیت بدم، ولی به خاطر اینکه خب یک شنبه است و یک شنبه معمولا آمریکایی‌ها به چرچ میرن ولی ایرانی‌ها به مسجد نمیرن یا کار دیگه، صبح معمولا در خونه هستن. بله. و میتونن این برنامه رو ببینن. من یادمه که گفته میشد که یه عده حتی تلفن رو میگرفتن به استیت‌های دیگه که تلویزیون نداشتن و صدای تلویزیون رو میذاشتن که اینا زبان
فارسی. بله. حالا راجع به این باید حتما یک برنامه خاص دیگه ای داشته باشیم. اجازه بدید به موضوع امروز بپردازیم و دادگاه بین المللی و دیوان عالی جهانی حقوقی لاهه. همطور که میدونید اخیراً جمهوری اسلامی به خاطر قرارداد یا تریتی مودتی که در سال 1955 میان ایران و ایالات متحده آمریکا برقرار شده و منعقد شده، از آمریکا شکایتی برده به ICJ و جوابم آمریکا داده. در برنامه‌های گذشته ما جزئیات جواب آمریکا و شکایتنامه ایران رو بررسی کردیم. چون شما از نزدیک در این دادگاه شرکت داشتید، من مقالاتون رو خوندم و دیدم که تجربه زیادی در این زمینه دارید، ممکنه نظرتون رو راجع به این شکایت بدید. آمریکا به طور خیلی ضمنی به عنوان کارهای ناجوری که جمهوری اسلامی در این رابطه انجام داده اشاره کرده و خیلی پسیو جواب داده. نظر شما در این مورد چیه؟ ببینید، اصولاً آمریکا تا کنون، تا اونجایی که من مطالعه کردم، هیچ وقت تمکین نکرده به احکام دادگاه لاهه. روسیه شوروی هم همینطور. به طور کلی کارنامه دادگاه لاهه از لحاظ احکامی که صادر کرده علیه کشورهای مختلف در بیش از 60% غیر قابل اجرا بوده و عمل نشده بشه. ولی در بعضی از موارد مثل اختلافات مرزی که بین بعضی از کشورها بوده مؤثر بوده. بنابراین کارنامه دادگاه لاهه خیلی درخشان نیست، ضمن اینکه قابل نفی و انکار هم نیست. دولت امریکا در مقابل اعلام شکایتی که دولت ایران کرده در دادگاه لاهه اخیراً، به نظر من مهمترین استدلالی که باید میکرد و نکرد این بود که بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 دولت انقلابی ایران یک جانبه تمام عهدنامه ها رو با امریکا لغو کرد، یعنی اعلام کرد که ما هیچ عهدنامه و هیچ ارتباطی با امریکا نداریم. به همین دلیل هم سالهای سال که هنوز هم ادامه داره، دولت امریکا از صدور بعضی از روادیدها برای ایرانی ها، روادیدهای غیر مهاجرتی که احتیاج به یک رواد عهدنامه مخصوص داره، مثل E2 که سرمایه گذاری هست، هر وقت میخواستن رد میکردن این گونه تقاضا رو، میگفتن ما به کسانی اینجور ویزا رو میدیم که با کشورشون، چون با 72 کشور این عهدنامه رو امریکا داشت و چون ایران یک طرف لغو کرده ما نمیدیم این. بنابراین عهدنامه امیتی هم که در سال در حدود 60 سال قبل امضا شد، بله 60 امضا شده بود بین ایران و امریکا، عملا وجود نداره. یعنی دولت ایران خودشو پایبند اون نمیدونه. همچنان که اگر کارنامه دولت جمهوری اسلامی رو در طول 40 سال گذشته نگاه بکنیم، معمولا آقای احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه گفت که هر چقدر میخوان از این عهدنامه‌ها صادر سازمان ملل یا مراجع بین المللی، ما رو یه کاغذ پاره‌ها رو میندازیم دور. ولی حالا که خودشون میخوان اقدام بکنن یا از طریق لغو برجام از طرف امریکا مورد اشکالاتی براشون پیدا شده، حالا متوسل شدن به دادگاه لاهه. و ولی خب پاسخهایی که دولت امریکا یا هر دولتی در این مراحل میده، خب میدونید یک مقدار زیادی زوایای سیاسی توش ملحوظه، برای اینکه اصولا دادگاه لاهه بیشتر از اون که جنبه قضایی و حقوقی داشته باشه، جنبه سیاسی داره و ملاحظات بین کشورها و ملاحظات خود دادگاه هم که در خیلی از موارد قرار عدم صلاحیت برای خودش صادر میکنه، برای اینکه نمیخواد درگیر صدور حکمی بشه که بعدا قرار اجرا نشه. یا بله، ولی خب دولت آمریکا جوریستیکشن این دادگاه رو بر این شکایت رد نکرده و در چند مورد هم آمریکا در سالهای گذشته، مثل که آخرش 2003 بوده، به همین قرارداد مودت در رابطه با کیسی ارجاع شده به اون، یعنی راجبش صحبت کرده، به نوعی تایید کرده در دو بار. دقیقاً اینطور. ببینید اشکال کار اینه از لحاظ حقوقی، چون شما خودتون هم حقوقدانید و میدونید چی عرض میکنم، عهدنامه ها یا کنوانسیون ها یا قرارداد های بین المللی یا بین کشورها که امضا میشه دو طرف داره. بنابراین تکنیکلی یک طرف نمیتونه اونو لغو بکنه مگر اینکه در اون پیش بینی شده باشه. در این عهدنامه ها هم دو کشور باید هر دو اعلام انتفاع یا رفع اون عهدنامه رو بکنن.
دولت انقلابی ایران در 1979 یک طرفه عهدنامه‌های با امریکا رو ملغا اعلام کرد. بله. دولت امریکا در طول 40 سال گذشته از این موضوع یک استفاده به اصطلاح فارسی میگن شترمرغی کرده که هر وقت بخواد بار ببره یا بخواد بپره میگه من شترم یا بگه مرغم. بنابراین در بعضی از موارد میگه چون یک طرفه اینها لغو کردن این عهدنامه برقراره و لزومی نداره که ما بگیم نیستش. و هر وقت هم نخواسته گفته نه ایشون لغو کرده و بنابراین وجود نداره. بنابراین این همون زاویه سیاسی که عرض کردم در این مسئله وجود بله. زاویه سیاسی و بیشتر ادوایزری اپینین میده به خصوص به آژانس ها و ارگان های مختلف یو ان و اگر بین دو کشور باشه رأی میده که اونا میتونن قبول بکنن یا نکنن. قدرت انفورسمنتش انفورسمنتی نداره. میتونن قبول بکنن، میتونن اینا ادوایز میکنن، پیشنهاد میکنن، ولی بیشتر از لحاظ جنبه افکار عمومی دنیاست. درست نیست؟ کاملا درسته. ببینید همونطور که میدونید دادگاه لاهه یک عضو، یک بازوی سازمان ملله. بله. و بنابراین همونطور که فرمودید راهنمایی، یعنی نظرات مشورتی میده به اونجا. اشکال کار در واقع در بطن این قانون دادگاه لاهه که میدونید در سال 1945 گذشت و اجرا جون 1946 شروع کرد به کار خودش. بله. این است که همونطور که فرمودید قدرت اجرایی بهش ندادن. دادگاهی که احکامش غیر قابل اجرا باشه تا وقتی که ما یه نیرویی نداشته باشیم که این بتونه انفورس بکنه و اجرا بکنه، تنفیذ کنه احکامش رو، خب طبیعتا احکام بیشتر در جهت ادبیات حقوقی باقی میمونه و یا همون جلب افکار عمومی یا مسائل مصلحتی سیاسی بین دول. به همین دلیله که الان سالهاست یک نظریه پیدا شده که باید یک نیروی اکسیکیوتیو و اجرایی فرا ملیتی و فرا دولتی در دنیا تشکیل بشه. کشورهای دنیا به جای ارتش فقط پلیس برای انتظامات داخلیشون داشته باشن، ولی یک ارتش بین المللی وجود داشته باشه. بله. که در اختیار اون مرجع بین المللی باشه، اون بخواد انفورس کنه اگر احکامی داره که قابل اجرا باشه و در واقع معنی پیدا بکنه. الان دادگاه لاهه در واقع یک انسانی است که دندون نداره، بنابراین قابلیت گاز گرفتن هم نداره، ولی صحبت میتونه بکنه. ولی میتونه حرف بزنه. بله میتونه صحبت کنه. متاسفانه بسیاری از آژانس‌های بین‌المللی و خود یو ان بارها رزولوشن صادر میکنه و کشوری میگه که نه من نمیپذیرم و هیچ قدرتی نداره، دندون نداره. بله دندون بله. نداره. اکثریت احکامش بدون اجرا باقی مونده. بله. خب ولی در چارترش هستش که باید جاج ها و قضات اون باید خارجی باشن. منتها نسبتی که این قاضی ها دارن مثلا تعدادشون واقعا عادلانه نیست. اولا که 5 عضو دائمی که میتونن ناظر باشن. بله 15 تا قاضی انتخاب میشن برای 9 سال و از کشورهای مختلف و خب مرجع آبرومندی است، مرجع خیلی پرحیثیتیه، ولی همونطور که عرض کردم و شما فرمودید اشکالش اینه که قابلیت تنفیذ احکامش نداره. خب شما فکر میکنید این شکایت ایران پیش بینی میکنید که چطور بشه، به کجا برسه؟ شکایت ایران رو من فکر نمیکنم، یعنی پیش بینیه فقط. بله. ولی بعید میدونم که دادگاه الهی در این زمینه رأی بده که به نفع ایران باشه. دلیلش هم این است که از لحاظ حقوقی دولت امریکا میگه که من این عهدنامه رو، این برجام رو لغو کردم برای اینکه متوجه شدم به ضرر ماست و این حق ماست. و حالا دادگاه فرض بفرمایید که بگه نه شما حق نداشتید، دولت امریکا زور داره، قدرت داره و میگه من قبول ندارم این رو، به خصوص با ریاست جمهوری که در حال حاضر در کاخ سفید. بنابراین احتمالاً دادگاه لاهه برای اینکه به اصطلاح خودمون خودش از تک و تا نندازه قرار نیست حکمی به نفع ایران در این زمینه صادر کنه. و بعد مسئله ساورنتی ملت هاست دیگه، مسئله حاکمیت، اصل حاکمیت کشوری مثل امریکا میگه من از لحاظ مصالح خودم و منافع خودم اصل ساورنتی و حاکمیت من اقتضا میکنه که من منافع خودم رو در نظر بگیرم و این معاهده فرجام بنا به فلسفه‌ای که پشتش بود قرار بود که دولت ایران رو یک مقدار بیاره در جامعه بین المللی و رفتارش رو منطبق کنه با موازین قبول شده بین المللی، در حالی که ما دیدیم آقای اوباما میلیاردها دلار یا میلیاردها دلار به ایران پول نقد تحویل داد و اینا به جای اینکه بیان در زمینه
مثبت به خرج برسونن، در واقع به آشوب در منطقه ادامه دادن و یک روغنی ریخته شد برای آتشی که درست بر خلاف نظری که پشت این مسئله برجام بود به نتیجه رسید. بله، مسئله برجام موضوعی بود که در همین نشست مجمع سالانه سازمان ملل متحد مطرح بود و دیدید که آقای روحانی تنها راجع به آمریکا صحبت کرد. بله. نظرتون رو خواستم بدونم در مورد اینکه آیا شما فکر می‌کنید که آقای روحانی با آقای دونالد ترامپ می‌باید با هم ملاقات می‌کردن و دلیل مخالفت یا موافقت شما هر کدوم چی هست؟ آقای روحانی میدونید که یک بار دیگه هم در برنامه گفته بودم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با هم کلاس بودیم ما و در دوره لیسانس با آقای روحانی، بله در دوره لیسانس ما در واقع یک نوع مرافقت و دوستی داشتیم در 4 سال دوره لیسانس دانشگاه تهران و بنابراین من تا حدودی البته سالها گذشته ولی به خصوصیات ایشون واردم. آقای روحانی طفل انقلاب اسلامی، یعنی کسی است که به خاطر این ساختاری که به وجود آمده به یک همچین مقامی رسیده، شاید در شرایط عادی چون ایشون اون موقع هم یک معمم بودش، معمم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران. بله. بنابراین اگر چنین تحولی در ایران صورت نمی گرفت ایشون همچین امکانی وجود نداشت که به ریاست جمهوری برسه. بنابراین ایشون فرزند این انقلابه و بنابراین هرگز نمیتونه برخلاف مصالح بنیانی کارگزاران این انقلاب قدمی برداری بیاد مذاکره بکنه اینا. از طرف دیگه به نظر میرسه که ساختار جمهوری اسلامی یکسره در اختیار یک گروه های خاصی است که با غرب در ستیزه، از قبیل روسیه و مقامات فلسطین و اینها، یعنی یک مقداری اینها بدبستون های اساسی دارن با هم و تقویت کردن و به وجود آوردن این نظام رو در ایران یا لاغت نگهش داشتن و تحکیمش کردن. اگر امروز بخواد مقامات جمهوری اسلامی با آمریکا وارد مذاکرات دوستانه یا سازنده‌ای بشه، در واقع خیانت کرده به ولی نعمت خودش یا اولیای نعمت خودشون. بله. و لذا طرفداری اونا رو از دست میده. اگر طرفداری اونا رو از دست بده بخوان به جبهه غرب متمایل بشند، دیگه فلسفه وجودی خودشون از بین میره، چون فلسفه وجودی این نظام بر اساس مخالفت با غرب برای داشتن دشمن و این مثلا اگر بخوان بیاد با غرب بسازن و ارزش‌های غربی رو دوباره بپذیرن، دیگه نیازی به حضور این گروه وجود نخواهد داشت. بنابراین من فکر نمی‌کنم یه همچین ملاقاتی صورت بگیره تا موقعی که فلسفه حاکم بر ایران در دست این گروه بره. بله خب نگرفتم و الان با ادبیاتی که رد و بدل شد به نظر میرسه که همچین امکانی در آینده هم نباشه. من البته راجع به ادبیات که ادبیات سیاسی یک نظر دیگری دارم. همطور که استحضار دارید اخیراً معلوم شد آقای کری و آقای ظریف مذاکرات اساسی داشتن با هم در اروپا و اینها. بنابراین به قول معروف میگن صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. ظاهرا مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، ظاهرا فحش و شعار و اینها برقرار خواهد بود، مرگ بر امریکا و پرچم آتش زدن و اینا، اما این همچنان دلیل نمیشه که در زیر بنا یا در پنهان مذاکراتی صورت بگیره یا به هر حال بخوان گرما و سرمای آب رو آزمایش کنن، محک بزنن. بله البته 8 بار حدود 8 تا 9 بار ادمنستریشن آمریکا تقاضای ملاقات این دو رو داده بوده قبلا و اینو خود آمریکایی‌ها هم تایید کردن. منظور من همین در ظاهر بود. در ظاهر باید یه توجیهی داشته باشه که آقای بولتون همونجا جلسه میگذارن و میگن که اگر شما خطا کنید ما جهنم رو بر سر شما پیاده میکنیم و آقای روحانی هم تمام مدت صحبتشون در رابطه با نکوهش از آمریکا بود. برای اون حتما یه کلاه شرعی یا یه توجیهی پیدا خواهند کرد. دقیقاً همینطور. یعنی ببینید اگر بنده و شما هم قرار بود که در اون مقام از طرف اون نظام بیایم در یه مجمع عمومی و در یک مجمع جهانی در حضور همه دنیا صحبت کنیم، احتمالاً مجبوریم همون حرف رو بزنیم. یعنی یه مقدار زیادی اینها ساخت و پرداخته ضرورت‌های سیاسی روزه. ممنونم از وقتی که به ما دادید و امیدوارم باز هم در این برنامه حضور داشته باشیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم و مستفید بشیم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون از شما.
خب امیدوارم که از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین همه همکارانم در این سو و آن سو. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.